شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطنامه پرونده مربوط به تلاش های ایران برای ساخت سلاح هست ای را بست. بر اساس قطنامه که روز سهشنبه 24 آذر ماه به اتفاق آرا به تصویب رسید، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دوازده قطعنامه پیشین این شورا را لغو کرد که بین سالهای 2003 تا 2012 درباره اجرای پادمان از سوی ایران و مطالعات ادعایی تصویب شده بود. اقدام روز سهشنبه شورای حکام آژانس که 35 کشور عضو آن هستند پس از آن صورت میگیرد که مدیر کل این نهاد بین المللی ماه پیش گزارش داد ایران در گذشته بر روی پروژه از سلاح هسته ای کار کرده اما اقدام های ایران از مرحله مطالعاتی فراتر نرفته بود قطنامه جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از مدیر کل آژانس خواسته هر زمان که احساس کرد موردی برای نگرانی وجود دارد موضوع را به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد. حامیان توافق میان ایران و شش قدرت جهانی معتقدند این موافقتنامه نامه به آژانس قدرت بیشتری میدهد تا تأسیسات هسته ای را بازرسی کرده و بر فعالیت‌های آنها نظارت داشته باشد. از سوی دیگر زمان دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته ای را طولانی تر خواهد کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز سهشنبه 24 آذر ماه در نشست شورای حکام گفت ایران باید گام های نهایی ضروری را برای اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک با گروه پنج به یک به اتمام برساند. آغاز اجرای توافق حسی پس از آن خواهد بود که آژانس تکمیل این گام ها را اعلام کند. تصویب قطنامه شورای حکام یک پیروزی نمادین برای ایران است ولی برغم بسته شدن این پرونده بازرسان آژانس همچنان بر برنامه ای تهران نظارت خواهند داشت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از بسته شدن پرونده ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران استقبال کرد اما گفت بسته شدن این پرونده به این معنی نیست که اگر شکی در مورد فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران در آینده پیش بیاید آژانس از تحقیقات در این مورد من شده باشد آقای کری تصریح کرده این قطعنامه به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه میدهد تا توجه خود را بر اجرای کامل و راست آزمایی برجام متمرکز کند در واکنش به بسته شدن پرونده ابهامات فعالیت های اتمی ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم گفته این قطعنامه بسیار فراتر از بستن موضوع موسوم به پی ام دی رفته و رسما دوازده قطعنامه پیشین شورای حکام در خصوص برنامه هسته ایران که حاوی اتهامات و محدودیت های جدی برای برنامه هسته کشور بود را لغو کرده است و تصریح کرد گزارش اخیر آمانو با همه نقاط ضعف آن به طور رسمی عدم انحراف برنامه هسته به سوی فعالیت های غیر را تایید کرده حباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام هم گفته با بسته شدن پرونده ابعاد نظامی فعالیت ایران در شورای حکام تهران تعهداتی که باقی مانده و تعهداتی که مقدمات آن انجام شده را طی دو تا سه هفته به پایان میرساند وی در گفتگو با برنامه تیتر امشب شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته از مهمترین تعهدات ایران یکی به تأسیسات آب سنگین عراق و دیگری به ذخایر اورانیوم غنی شده مربوط می شود و الان این دو کار کلیدی را شروع کرده ایم و افزود بقیه تعهداتی که در جمعوری سانتریفیوژهای های اضافه و بحث نظارتی داشتیم را که از قبل شروع کردیم کامل خواهیم کرد رئیس ستاد پیگیری برجام همچنین گفته فکر می کنم شورای حکام آنچه که مد نظر ایران بود را به طور کامل انجام داده آقای عراقچی گفته ما در مورد عراق و سانتریفیوش ها تعهداتی داشتیم. آنها هم درباره پی ام دی و دستورالعمل‌ها ها تعهداتی دارند وقتی اینها انجام شد و آژانس گواهی کرد این اقدامات طبق برجام بوده به روز اجرایی شدن میرسیم و در آن روز آقای ظریف و خانم موگرنی به نمایندگی از طرف مقابل طی بیانیه مشترک آن روز را اعلام می کند. به ابراز امیدواری کرد این روز اوایل ژانویه یا حداکثر اواسط ژانویه باشد در آن روز تحریم که قبلا قانون آن صادر شده عملا برداشته می و همه آن از آن روز خود را نشان خواهد داد. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت آمریکا به خاطر انجام آزمایش موشکی اماد برای اقدامهای عملی علیه تهران فشار خواهد آورد نماینده آمریکا در سازمان ملل کشوری که همراه با بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار انجام تحقیقات در مورد آزمایش اماد شده بود، روز سه شنبه 24 آذر گفت واشنگتن فشار خواهد آورد تا اقدامات عملی در مورد نقض قطع نامه ها صورت گیرد. خانم پاور گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد نمیتواند به ایران اجازه دهد اینگونه فکر کند که بدون هیچ مجازاتی میتواند قطع نامه ها را نقض کند. خانم پاور در عین حال بدون آنکه نامی از کشور خاصی ببرد گفت برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از توافق اتمی ایران و پنج به علاوه یک با وجود مدارک و شواهدی که از نقض برخی قطنامه ها وجود دارد از انجام اقدامات علیه تهران خودداری می کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به مسکو گفت با وجود آنکه او در فهرست ممنوعیت های مسافرتی سازمان ملل است اقدامی علیه تهران نشده است روسیه سفر آقای سلیمانی به مسکو را تکذیب کرده است ایران و روسیه از مهمترین حامیان حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می روند و گفته شده یکی از دلایل سفر فرمانده سپاه قدس به مسکو نیز در ارتباط با سوریه بوده است خانم پاور گفت در صورت تایید نقض قطنامه های سازمان ملل از سوی ایران ممکن است آن کشور تحریم های جدیدی را علیه ایران در نظر گیرد. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه شنبه 24 آذر گفت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در صورتی از تحریم های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد که مقام های اطلاعاتی تایید کنند این تحریم ها امنیت آن کشور را تأمین خواهد کرد. سخنان خانم پاور پس از آن ابراز شده است که یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی تایید کرده است که آزمایش مهر ماه موشک اماد توسط ایران ناقض تحریم های سازمان ملل بوده است. این گزارش که تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شده میگوید در آزمایش اماد از فناوری ممنوعه موشکی استفاده شده است. به گفته مقام های ایرانی اماد نخستین موشک دوربرد ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از آن آزمایش با ارسال نامه ای به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقدامی در واکنش به آن شده بودند. خبرگزاری فرانسه هم که یک نسخه از این گزارش 11 صفحه ای را دیده است نوشت که هیئت کارشناسان نتیجه گیری می کند که پرتاب اماد توسط ایران ناقض قطعنامه نامه 1929 شورای امنیت است. شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010 طی قطعنامه 1929 ایران را از هر گونه آزمایش های موشکی با قابلیت حمل سلاح اتمی من کرد که تا زمان به اجرا گذاشته شدن برجام توافق اتمی ایران و قدرتها به قوت خود باقی خواهد بود. این گزارش برد موشک اماد را حداقل هزار کیلومتر و ظرفیت بار آن را هزار کیلوگرم ارزیابی کرده و گفته در پرتاب آن از فناوری موشکی بالستیک استفاده شده بود. تهران اعلام کرده بود که هدف از طراحی اماد حمله کلاهک ای نیست. قرار است گزارش تازه در یک جلسه شورای امنیت برگزار شود. متیو رایکرافت سفیر بریتانیا در شورا گفت که این آزمایش نه ناقض مفاد برجام بلکه ناقض قطنامه های پیشین شوراست مقام های آمریکایی قبلا تایید کردند که آن آزمایش تأثیری بر اجرای توافق جامعه هسته‌ای با ایران ندارد همزمان احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرد که ایران با مقامات روسی برای خرید تانک تی 90 رایزنی کرده است وی با اشاره به تهدید آمریکا برای تحریم مجدد ایران به دلیل پیشرفت در استفاده از موشک های پیشرفته گفت ما به صحبت های ها و صهیونیست ها کاری نداریم و متناسب با نیازهای خود ظرفیت های عملیاتی را مبتنی بر بازدارندگی و توان دفاعی بالا میبریم آمریکا و روسیه اعلام کردند قدرت های جهانی روز جمعه 27 آذر در نیویورک ملاقات خواهند کرد تا قطعنامه ای را در سازمان ملل برای تایید فرایند صلح سوریه تصویب کنند این خبر پس از دیدار جانکری وزیر خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور منتشر شده است آقای لاوروف روز سهشنبه 24 آذر گفت دو طرف به تلاش برای حل مسائل بحثانگیز مانند ترکیب هیئت مخالفان سوری که باید در مذاکرات شرکت کنند ادامه خواهند داد و این همچنین تصریح کرد که در برخی موارد از جمله در مورد گروه های تروریستی به توافق رسیدند روسیه که عملیات هوایی برای تقویت دولت اسد را در ماه سپتامبر آغاز کرد میگوید فقط تروریست ها به خصوص پیکارجیان داعش را هدف میگیرد اما فعالان سوری میگویند روسیه عمدتا گروههای شورشی مورد حمایت غرب را هدف گرفته است آقای لاوروف گفت که در نشست نیویورک ای در تایید اصول فرایند صلح که ماه پیش در وین بر سر آن توافق شد تصویب خواهد شد در دومین نشست وین با حضور قدرت های جهانی و همچنین ایران و عربستان سعودی اعلام شد که بر سر یک نقشه راه به سوی ایجاد یک دولت فراگیرتر در دمشق توافق شده است بر اساس این طرح دولت بشار اسد و گروه های مخالف باید تا ضرب الاجل اول ژانویه مذاکرات دو طرفه را آغاز کنند و ظرف شش ماه بر سر تشکیل یک دولت انتقالی معتبر همه شمول و غیر فرقی به توافق برسند در همین حال وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های این کشور عملیاتی را در حمایت از چهار گروه مخالف دولت بشار اسد در مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه انجام داده است این بیانیه ستاد کل ارتش روسیه روز سهشنبه و همزمان با مذاکرات جانکری ولادیمیر پوتین و سرگی لاوروف در مورد مسائل سوریه منتشر شد در این بیانیه آمده است که این عملیات در حمایت از پنج هزار نیروی مخالف دولت بشار اسد و نیز نیروهای دولتی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی انجام شده است در تحولی دیگر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده صبح روز چهارشنبه 25 آذر وارد بغداد پایتخت عراق شد آقای کارتر در این سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت مقابله با گروه حکومت اسلامی با فرماندهان ارتش آمریکا در عراق گفتگو خواهد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران در سال 2015 نامید که با 18 روزنامه نگار زندانی پس از کشورهای چین با 23 روزنامه نگار زندانی و مصر با 22 نفر قرار دارد. اطلاعیه این سازمان که روز سهشنبه 24 آذر ماه منتشر شد به موج اخیر بازداشت روزنامه در ایران اشاره دارد که با اتهاماتی مانند جاسوسی و وابستگی به شبکه های خارجی همراه بوده است. این موج که به ادعاهای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش آمریکا برای نفوذ به داخل ایران براه افتاد به بازداشت عیسی سهرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز در آبان ماه گذشته منجر شد. همین امر باعث جابجایی رتبه ایران با اریتره در فهرست بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه نگاران شده است به طوری که اکنون اریتره با 15 زندانی در جایگاه چهارم قرار دارد پس از اریتره نیز ترکیه با نه روزنامهنگار زندانی در جایگاه پنجم بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران قرار گرفته است گزارشگران بدون مرز میگویند که در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال 2015 مانده 153 روزنامه 161 شهروند خبرنگار و 14 نفر از همکاران رسانه ها در سراسر جهان در زندان هستند که البته در مورد روزنامهنگاران این تعداد نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش داشته است. اطلاعیه این سازمان سوریه را خطرناکترین کشور برای روزنامهنگاران معرفی می کند که تنها در سال جاری میلادی 26 خبرنگار در آن به گروگان گرفته شدند. پس از سوریه نیز کشورهای یمن با 13 روزنامهنگار گروگان، عراق با 10 نفر و لیبی با 5 نفر قرار دارند. همکنون در سراسر جهان پنجاب و چهار روزنامه به همراه سه شهروند خبرنگار و چهار نفر از همکاران رسانه ها گروگان هستند و گروه موسوم به حکومت اسلامی با هجده مورد گروگانگیری و حوسی با نه مورد عمدهترین ترین گروگانگیرها محسوب می شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین عنوان می کند که در سال 2015 شمار روزنامه نگارانی که روبوده شدند 79 نفر بوده که این تعداد نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد کاهش یافته است. 70 درصد موارد ربایش رو روزنامه نیز در مناطق جنگی بوده است. طی 20 سال گذشته گزارشگران بدون مرز در پایان هر سال آمار خشونت علیه روزنامه نگاران در سراسر سر جهان را منتشر می کند. این آمار بر مبنای داده های گردآوری شده سازمان در طول سال است. عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان مخالفت روحانیون با انتصاب بخشداران زن در این استان را تایید کرده است. آقای مقتدایی روز سهشنبه 24 آذر به خبرگزاری فارس گفت من به تمامی نظرات دلسوزانه ای که در خصوص انتصاب بخشداران زن وجود دارد احترام می گذارم. وبسایت محلی کارون پرس روز یک شنبه 22 آذر به نقل از یک مقام مسئول در استانداری خوزستان نوشت دستور توقف اجرای این احکام انتصاب از سوی وزیر کشور صادر شده است. این مقام مسئول که نامش فاش نشده علت توقف اجرای این احکام را اعتراض روحانیون و علما و تعدادی از چهره های فرهنگی استان نسبت به بکارگیری این حجم از خانوم ها در مسندهای اجرایی اعلام کرده است. به گزارش سایت کارون پرس پس از افزایش اعتراضها حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در تماس با علمای خوزستان به آنها گفته وزارت کشور مایل به ناراحتی آنها نیست جمال درویش مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان در این رابطه گفت این احکام ملقا نشده و تنها برخی زنان از قبول سمت بخشداری انصراف دادند فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز با تکسی به خبر تعلیق احکام بخشداران زن گفت تا کنون چنین تصمیمی گرفته نشده است. یک مقام آگاه دیگر هم روز سه 24 آذر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت سه نفر از بخشداران زن حکم خود را دریافت کرده و پنج نفر دیگر به زودی معارفه خواهند شد. این منبع آگاه هم گزارش ها درباره لغو یا تعلیق احکام هشت بخشدار زن از سوی مقام های وزارت کشور را رد کرده است استاندار خوزستان دوشنبه هفته گذشته طی احکامی هشت زن در استان خوزستان را به عنوان بخشدار مناطق مختلف این استان منصوب کرد بر اساس حکم استاندار خوزستان مریم ایوززاده، سهر احمدی آرپناه، اعظم شنبدی و بلقیس حسینی به ترتیب به عنوان بخشداران احواز، لالی، هندیجان و ماهشر محسوب شدند. حمیده ی آلبو اشیره، بطول سعیدی زاده، لیلا مصهنه و معصومه خنفری چهار زن دیگری هستند که به ترتیب به عنوان بخشدار خورمشهر، آبادان، شوش و کارون معرفی شدند. انتصاب زنان در سمتهای سیاسی و اجرایی در شرایطی ادامه دارد که گروهی از مراجع تقلید شیعه با این سیاست دولت حسن روحانی مخالف هستند. تاکنون کنون 13 زن به عنوان بخشدار در استانهای مختلف ایران منصوب شدند در گزارش دیگر از خوزستان حسین ملک خدایی فرماندار شهرستان بهبهان گفت از مجموع استخدامهای پالایشگاه بید بلند دو تاکنون کنون و نیم درصد استخدامها مربوط به اهالی روستای شهرویی این شهرستان بوده است جمعی از اهالی روستای شهرویی از توابع شهرستان بهبهان اصر سهشنبه 24 آذر در اعتراض به روند استخدام های پالایشگاه بید بلند دو واقع در این شهرستان اقدام به بستن جاده منتهی به پالایشگاه کرده و سپس با معموران انتظامی درگیر شدند که در این درگیری یک نفر از اهالی روستا کشته و دو نفر زخمی شدند. حسین ملک خدایی روز چهارشنبه 25 آذر به ایرنا گفت تا کنون 340 نفر برای اشتغال در پالایشگاه بیت بلند دو بهبهان جذب شدند که 65 نفر آنان مربوط به روستای شهرویی می باشند. عملیات اجرایی پالایشگاه بیت بلند دو بهبهان چند ماهی است که آغاز شده است و قرار است این پالایشگاه ظرف دو سال آینده به بهره برداری برسد. فرماندار بهبهان افسود طرح ساخت پالایشگاه بید بلند دو که در دولتهای قبلی تصویب شده بود به دلیل اختلاس بزرگ بانکی در بانک صادرات که تأمین کننده اصلی منابع مالی این پالایشگاه بود وارد مرحله اجرا نشد. اعلام نامزدی حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اصلاح طلبان و میان روهای هوادار دولت را به کسب موفقیت نسبی در این انتخابات امیدوار کرده است. با این حال واکنش منفی اصولگرایان به این تصمیم همچنان ادامه دارد. انتخابات خبرگان رهبری در ایران اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد انتخاباتی که از موضوع جانشینی علی خامنه ای متأثر است اکبر هاشمی رفسنجانی عضو فعلی مجلس خبرگان انتخابات آینده را یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی خوانده است حسن خمینی نوه اولین رهبر جمهوری اسلامی برای حضور در رقابت انتخابات خبرگان رهبری اعلام آمادگی کرده است. انتشار این خبر واکنش های بسیاری را در پی داشت. به باور ناظران سیاسی بخش عمده ای این واکنش ها به نزدیکی حسن خمینی و اکثریت بازماندگان آیت الله خمینی به جریان های اصلاح طلب و میانه رو باز میگردد. اکثریت اعضای این خانواده در انتخابات سال 1388 از میر حسین موسوی حمایت کردند. پس از انتخابات جنجالی سال 1388 این حمایت ها ادامه یافت تا جایی که در خورداد ماه سال 1389 و در مراسم سالگرد درگذشت اولین رهبر جمهوری اسلامی شعارهای تندی علیه حسن خمینی سر داده شد حسن خمینی اولین فرزند احمد خمینی متولد 1351 در قوم است جریان های تندرو حضور حسن خمینی در انتخابات را طراحی دشمن خواندند. روزنامه کیهان روز یکشنبه 22 آذرماه تیتر اصلی خود را به مطلبی با عنوان بازی با نامها اسم رمز تخریب و تحریف امام اختصاص داد. این روزنامه مدعی شد که ورود حسن خمینی به انتخابات با نقشه و برنامه ریزی فتنگران سال 1388 صورت گرفته است. کیهان با کنایه زدن به حضور مستقل حسن خمینی در انتخابات نوشت امکان پذیر است کسانی نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان شوند اما بخواهند اصطلاحا وسط لحاف بخوابند یا با جست بیطرفی به سمت جریان معارض نظام بغلطند اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب معترفه نیز با بیان اینکه سید حسن خمینی اصلاح طلب محسوب نمی شود گفت معتقدم اصلاح طلبان به این دلیل سراغ این افراد رفتند که هیچ شخصیتی از خودشان ندارند و این از عجز اصلاح طلبان است. محمد نبی حبیبی دبیر حزب معتلفه نیز روز سهشنبه 24 آذر ما ماه با اشاره به اینکه حسن خمینی نباید اجازه دهد روزنامه های زنجیری با نام او بازی کنند افسود. نباید بگذارد که جریان تجدید نظر طلب و نفاق جدید برای استطار بازی خود در انتخابات خبرگان از این نام بهره ببرند. از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلب در ایران از اعلام نامزدی نوه آیت الله خمینی در انتخابات خبرگان استقبال کردند. خبرگزاری کار ایران در گزارشی به اعضای احتمالی لیست اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان اشاره کرد. بر اساس این گزارش اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، حسن خمینی و موسوی بجنوردی از استان تهران نامزد می شوند. احتمال نامزدی محمود علوی وزیر اطلاعات، علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها و مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی نیز مطرح شده است. ایلنا تصریح می کند برخی روحانیون اصلاح طلب برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان ابراز آمادگی کردند. با این وجود به نظر می رسد که مسئله تایید صلاحیت کاندیداهای های انتخابات خبرگان همچون انتخابات مجلس مانعی جدی در پیش روی اصلاح طلبان محسوب می شود. اعضای شورای نگهبان میگویند که اجازه نخواهند داد افرادی که به رهبری جمهوری اسلامی پایبندی ندارند در این انتخابات حضور داشته باشند. اخیرا صحبت های میان ترکیه و اقلیم خود مختار کردستان عراق مطرح شده مبنی بر راه اندازی یک خط انتقال گاز از کردستان عراق به سمت ترکیه به ویژه این موضوع پس از سفر اخیر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق جدی تر شده تازه ترین اظهار نظر رو در این رابطه شیر کوجودت رئیس کمیسیون انرژی پارلمان اقلیم کردستان عراق در گفتگو با خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی داشته او میگه که در راستای صادرات گاز طبیعی به ترکیه فعالیت همون رو آغاز کردیم و عملیات لوله کشی خط انتقال گاز طبیعی به ترکیه سال 2017 شروع میشه و از سال 2018 هم صادرات آن عملا آغاز خواهد شد این مقام کرد عراقی گفته که اگرچه روسیه در میان کشورهای تأمین کننده گاز طبیعی ترکیه و اروپا قرار داره اما اقلیم کردستان عراق هم میتونه در میان کشورهای تأمین کننده گاز طبیعی جای بگیره او عنوان کرده که برای منظور طرحهای استراتژیک در دست بررسی هستش و این پروژه فرصت طلایی رو برای منطقه به وجود خواهد آورد اما آنچه شاید بیش از گذشته ضرورت احداث این خط لوله گازی رو برای ترکیه دارای اهمیت میکنه کنش و واکنش هایی هستش که در منطقه بویژه در طی ماهای اخیر رخ داده روسیه و ایران دو کشور بزرگ و اصلی تامین کننده گاز ترکیه هستند هر دو کشور طی یک مجموعه قراردادهای بیش از 70 درصد نیاز گاز ترکیه رو تامین میکنند اما تنش در روابط ترکیه و روسیه و همینطور ناپایداری روابط ترکیه و ایران و حالا مشکلات که ترکیه حتی پیش از این بر سر واردات گاز از ایران داشته شاید رهبران ترکیه رو به این فکر انداخته که سعی کنن دست کم وابستگی انرژی خودشون به این دو کشور رو تا حدود زیادی کم بکنن از آن سو هم اقلیم کردستان عراق مدت هاست بحث و اختلاف داره با دولت مرکزی این کشور بر سر فروش نفت اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله نفتی کرکوک جیهان نفت خودش رو با وساطت ترکیه به بازارهای جهانی عرضه میکنه و خب حالا با توجه به اینکه بر حال مناقشه نفتی این اقلیم با دولت مرکزی هنوز به پایان نرسیده و سوی دیگه با توجه به تنش سیاسی ترکیه و روسیه این علاقمندی در مسئولان این اقلیم هم شاید بیشتر شده که بخش از گاز مورد نیاز ترکیه رو هم اونها تامین بکنن افزون بر اینکه که جدای از این روابط تجاری نسبتا محکم میان ترکیه و اقلیم کورسان شرایط سیاسی منطقه هم کم و بیش تا حدود این دو رو در کنار هم قرار داده از طرف دیگه میدونیم پس از تیره شدن روابط روس ها با ترکیه موضوع ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا که از ترکیه قرار بود بگذره به حالت تعلیق در اومده آقای اروان در این رابطه به سراحت گفته بود که درسته که روسیه بزرگترین منبع تامین کننده گاز ما هستش اما تنها منبع نیست و اگر روسیه بخواد ما رو تحریم بکنه ما گذینه های دیگه هم داریم حتی شاهد بودیم در هفته های اخیر یک تفاهم نامه گازی رو ترکیه با قطر امضا کرده